سلام خدمت بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به دنباله برنامه‌ای رو که هفته گذشته در ارتباط با آمارگیری که بی بی سی انجام داده بود در مورد افکار عمومی مردم جهان نسبت به 12 یا 13 کشوری رو که انتخاب شده بود. به توضیح زیادی در اون جلسه آمار رو بررسی کردیم و نکاتی رو به اتفاق آقای بازرگان مطرح کردیم و بحث نیمه کاره ماند که قرار دادیم که این جلسه ادامه بدیم و بقیه بحث رو در ارتباط با سوالات دیگری که مطرح هست با نظرات شما ادامهش بدیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، جلسه گذشته همونطور که توضیح دادند به ارزیابی نظرسنجی بی بی سی درباره میزان محبوبیت کشورهای مختلف جهان از دیدگاه مردم دنیا پرداختیم. این نظرخواهی رو، نظرسنجی رو چند ساله که بی بی سی داره انجام میده. وضعیتی که کشور عزیزمون ایران در این مجموعه پیدا کرده و اینی که ردیف ما قبل آخر این جدول رو احراز کرده نکته قابل توجهی بود که چرا این چنین شده و چه رفتاری، چه مناسباتی ملت ایران یا دولت ایران داشته که به چنین وضعیتی رسیدیم در جهان. نمیخوام دیگه بحث جلسه گذشته رو تکرار بکنم. کلن گزارش هم این نظرخواهی جهانی بی بی سی و هم یک نظرخواهی دیگه هم که خود هموطنان عزیز ایرانیمون انجام دادن اشاراتی کردیم، گرچه فرصتی نشد اون رو باز بکنیم. به هر حال بحث به اینجا منتهی شد که اصولا مسئله اطلاعات، جریان سریع اطلاعات در زمان ما و مسئله افکار عمومی چه نقشی در سرنوشت جوامع داره، ما تا چه حد باید بها بدیم به این نظرسنجی هایی که کشورهای دوست یا دشمن ما میکنند. اصولا آمارگیری و ارزیابی وضعیت جوامع در دنیای امروز که متحول شده شرایط زیست و ارتباط کشورها با هم و تبدیل به یک به اصطلاح دهکده جهانی شدیم تا چقدر قابل توجه هستش. این بحث کلی بود که در جلسه گذشته داشتیم، حالت بیشتر گزارش مانند داشت و اینی که حالا چیکار باید کرد و چرا این چنین شده بحثی است که امیدوارم که امروز بتونیم بازش بکنیم و به ابعادی از این مسئله بپردازیم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، چنانچه که احتیاج به گزارش کامل این رأی‌گیری دارید میتونید از طریق اینترنت سرچ کنید بی بی سی ورلد سرویس ورلد اپینین پول، این لغت رو بزنید احتمالاً هیت میکنید و پیدا میکنید این گزارش رو که تقریباً یه چیزی در حدود 40 صفحه هست که با آماری که تهیه شده و به اصطلاح برای هر کشور، هر کدوم از این 13 کشور و 27 کشوری که مردمش سوال براشون مطرح شده و نظر خودشون رو در مورد این 12 کشور دادن. یادم است در آخرین قسمتی که صحبت میکردیم در ارتباط با افکار عمومی مردم جهان شما یه خانواده جهانی رو بهش اشاره کردید که خب این خانواده جهانی نظراتش قاعدتا برای افرادی که در اون جهان زندگی میکنن بایستی مورد توجه باشه. مثال خانواده رو هم زدین، خب یه پسری خانواده اگر که واقعا مورد توجه پدر و مادر قرار یا خواهر و برادر قرار نمیگیره، باید براش مهم باشه دقیقا که چی کار کرده که این اتفاق افتاده. ما به عنوان به اصطلاح یک گوشه از مردم این دنیا
عادتا برامون باید مهم باشه که بقیه چطور فکر میکنه، هرچند که آنچه که تهیه شده ممکنه به یک جهتی درست نبوده باشه، ولی به هر حال نکته توش هست. حالا اینو شاید یه خورده در ارتباط با اینکه الان در دنیای مدرنی هستیم که وسایل ارتباطی قابل ملاحظه‌ای وجود داره و این کمک میکنه که به اصطلاح آرا و نظرات مردم به صورت به اصطلاح ثانیه‌ای منتقل بشه، بعد نیست یه مقدار در این مورد صحبت کنیم و ببینیم اتفاقاتی که در دهه اخیر مثلا یا 20 ساله اخیر در دنیا در کشورهای مختلف افتاده، چه میزان این ارتباط عمومی که وجود پیدا کرده در اثر تکنولوژی، وجود تکنولوژی چقدر مؤثر بوده در شکل دادن به اصطلاح سیاست‌های کشورها. بله بله، به هر حال همطور که همه مطلع هستید دنیا به کلی متحول شده و این تحول که در نتیجه انقلابی که در مسائل تکنولوژیک، یعنی موج سوم انقلاب تکنولوژیکی عمدتاً در مناسبات بین اطلاعات راه دور حاصل شده، به کلی شرایط بین المللی رو متحول کرده. عامل اصلی به نظر میرسه همین انفجار اطلاعات باشه و سرعت جریان یافتن اطلاعات و تأثیری که این اطلاعات در شکل دادن به افکار عمومی میذاره و این تغییر افکار عمومی چگونه سرنوشت ملت‌ها رو داره تغییر میده. ملاحظه بفرمایید در روزگاران گذشته جریان اطلاعات خیلی کند بود، خیلی بطی بود. در جنگ بین ایران و یونان وقتی یونانی ها پیروز شدن، خبر پیروزی رو وقتی که این سپاه میخواستن به مثلا مرکز برسونن به امپراتور، خب یکی از سربازها این مسیر طولانی رو طی کرد که امروز این المپیک رو به یاد مثلا اون مسیر درازی که اون دونده طی کرده گذاشتن. یعنی حتی یه اتفاقی می افتاد، یه پادشاهی می مرد، ممکن بود که در بعضی از نقاط اون کشور 3-4 ماه طول بکشه تا مردم بفهمن که این امپراتور فوت کرده. خبرها خیلی خیلی کند جریان پیدا می کرد. طبیعتا این کندی زندگی، کندی اطلاعات تأثیر میذاشت در سیاست‌های داخلی یا بیرونی اون جامعه. بنابراین به تناسب این روند جریان یافتن اطلاعات، وضعیت قوا، نیروهایی که تعیین کننده در یه مملکت هم بود عوض شده. در قدیم عمدتا اسب سواران تعیین کننده تاریخ بودن. شما تاریخ مملکت خود ما رو ببینین چگونه شده این نظام ها عوض شده. یه عده اسب سوار از این طرف مملکت، از اون طرف مملکت حمله کردن، هجوم آوردن، اون رژیم حاکم رو کنار زدن و حاکم شدن. دوران قاجار رو شما ببینید، دوران صفوی رو ببینید، دیلمیان رو ببینید. طول تاریخ ما برگ برنده و تعیین کننده سرعت اسب بوده. اسب سریع‌ترین مرکب زمانه بوده. نه تنها تاریخ ما، شما در اروپا هم برید، جنگ ها به نیروی اسب متکی بودن. تاریخ رو به قول یکی از صاحب نظران اسب سواران ساختن، تاریخ بشر رو. در واقع امریکا رو هم شما ببینین، در امریکای جنوبی حدود 170-180 نفر اسب سوار بودن تا جنوب امریکای جنوبی رو رفتن یا امریکای شمالی. به تناسب اون قلعه های نظامی که پیرامون شهرها میبستند، یواش یواش با اختراع توپخانه و پیش آمدن این مسائل جدید، وقتی که به صورت پارابولیک دیگه توپ از فاصله دور میتونه داخل قلعه بندازه، یواش یواش بی‌معنا شد وجود قلعه. از موقعی که هواپیما اومد و بعد سوم وارد قضیه شد، یواش یواش قلعه ها رو تخلیه کردن. ارگ بم ما هم که حالا متاسفانه خراب شده، تا یه دورانی کاربرد فانکشن داشت ولی متاسفانه بعد دیگه اونجا رو هم ول کردن. روزگاری که دیگه هواپیما اومد، یواش یواش موشک در کار اومد.
ببینیم با تغییر تکنولوژی مناسبات کشورها و سرنوشت کشورها عوض میشه. اگه لازم بود دو تا جنگ جهانی انجام بشه تا امپراتوری مثلا عثمانی منقرض بشه، نازیسم مثلا در آلمان، مثلا فاشیسم در ایتالیا، یا قدرت هایی که در دنیای اون روز بودن، لازم بود این همه تحولات انجام بشه، میلیون ها انسان کشته می شدن تا یه تغییری حاصل بشه. امروز می بینیم اتحاد جماهیر شوروی بدون اینکه جنگی انجام بشه، بدون اینکه هیچ گونه برخورد نظامی باشه، به اصطلاح ما خون از دماغ کسی بیاد، اون نظامی که یکی از دو ابرقدرت جهان بود، به راحتی در اثر اطلاعات، در اثر توسعه این دیویدی ها، جریاناتی که در اون مملکت میگذشته، پشت پرده آهنین دنیای بسته‌ای که حزب کمونیست با تمام تلاشش میخواست ایزوله بکنه این جامعه را از جهان، فقط اخبار سانسور شده یه مشخصی به مردم برسه، سخنان امثال اندیشمندان بزرگشون سولجنیتسین و اینها همش کانالیزه میشد، محدود میشد. وقتی که این دروازه های فکری باز شد، غرب در واقع نشانه گرفت، هدفگیری کرد نقاط ضعف اون رژیم رو، بدون اینکه ارتشی به کار ببره، بمبی اونجا انداخته بشه با اون گلاسنوست و نمیدونم پروسترویکا و اون برنامه هایی که اون دوران بود، به سرعت در عرض یه مدت کوتاهی، یکی دو سال، اون عظمت، اون اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. برای همه غیر منتظره بود. تا یه سال قبلش مردم صفای چند کیلومتری می‌بستن برای دیدن قبر استالین و لنین، در ظرف یه مدت کوتاه همون مردمن که با تبر این مجسمه ها رو دارن پایین می‌کشن، اینا رو دارن خرد می‌کنن. چطور شد این اتفاق افتاد؟ پس یه علامت‌هایی هست، یک تحول بزرگی در جهان ایجاد شده که از این دیوار آهنین، تنها شوروی هم نبود، دیوار برلین که بین این دو آلمان رو جدا کرده بود، چطور شد که اون طرف نفوذ کرد، یه پیام هایی عوض شد. در چین با این همه تلاشی که دولت چین داشت که اون کشتار دانشجویان رو در اون میدان چی بود تین اسکوئر میخواست اونجا مخفی بکنه، ولی از طریق فکس در واقع این پیام یه مرتبه به دنیا سرایت کرد. ببینیم با تمام تلاش هایی که این رژیم های توتالیتر، اینا که تماما میخوان در درون خودشون بسته باشه، در برابر این موج سوم دانش و تکنولوژی مجبورن تسلیم بشن. در عربستان سعودی یکی از این 16 ها رو به خاطر اون عمل فحشا خب سنگسارش کردن، فکر میکردن در درون خودشون میمونه. بی بی سی این مسئله رو باز کرد، یه مرتبه همه دنیا متوجه شدن که در اونجا چه گذشته. اینی که میبینیم وقتی توی شهر دور افتادهی در ایران همه سنگسار میشه و فکر میکنن در همونجا محدوده، سه چهار روز بیشتر نمیگذره که تو همه تلویزیون های دنیا میبینیم خبرش منتشر میشه. ببینیم اصلا شکل دنیا به کلی عوض شده. انقلاب خود ما معروف بود به انقلاب نوار، یادتون هستش که بله. در اون دوران تمام نشریات تو ایران تعطیل شده بود، حتی کیهان و اطلاعات که وابسته بودن به اون سیستم هیچی منتشر نمی‌شد. در اون درگیری‌های خیابانی، در اون ماه‌های قبل از انقلاب چیزی منتشر نمی‌شد، ولی همون نوارایی که از نفلوشاتو می‌آمد در ظرف دو سه روز دهکوره‌های ایران رو می‌گرفت. این نشون میده یه رژیمی وقتی هم که بخواد اخبار منتشر نشه، تمام رسانه ها رو هم تعطیل بکنه، باز سیستم جدید راه باز میکنه با تمام اون فشارها و مشکلاتی که بود. ببینیم تو پاریس همه خبرنگارا جمع شدن، 70-80 تا خبرنگاره، یه مرتبه یه مطلبی جهانی میشه. یعنی نقشی که خبرگزاری ها داشتن، نقشی که بی بی سی داشت در انقلاب ایران، چطور وقتی همه جا تعطیل شده این بی بی سی و بعضی از خبرگزاری‌های دیگه است که دارن منتشر میکنن. بعد از انقلاب هم این موج خبرنگارایی که آمدن تو ایران، اصلا چنین چیزی نبوده در دوره‌های گذشته، در دهه‌های گذشته. بنابراین وارد یک
دنیای شدیم، یک مناسباتی که نقش سریع اطلاعات بسیار تعیین کننده هستش. در هر کشوری ببینیم چطور اطلاعات داره سرنوشت ملت‌ها رو و افکار عمومی رو تغییر میده. خب اگر در گذشته همطور که عرض کردم خیلی بطی بود، حالا با گسترش اینترنت ببینیم دیگه هر کسی تو خونه خودش نشسته میتونه هر خبری رو از هر جای دنیا بگیره. از موقعی که ایمیل آمد، از موقعی که اینترنت در خدمت مردم قرار گرفت، این انقلاب الکترونیک، مودم، حالا مسئله یوتیوب، هر کسی در هر جای دنیا هر حرفی داره، هر سی دی، هر دی وی دی میخواد نمایش بذاره بدون اینکه حتی اسم واقعی خودش رو بذاره، یک کتابخونه جهانی شده یوتیوب. خیلی راحت میتونه 10 دقیقه 10 دقیقه هر چی دلش میخواد، به نفع به ضرر هر سیاستی، هر فکری، هر مذهبی، هر مسلکی بگه، کنترلی هم روش نیست. پس همه جهانیان این امکان رو پیدا کردن که حرف بزنن. کی در طول تاریخ چنین چیزی امکان داشته؟ چه حرف خوب، چه حرف بد. میبینیم یه رابطه نامشروع که پسر دختر جوان تو ایران داشتن و این پسر بدجنسی کرده بوده بدون اینکه دختر متوجه باشه، فیلم برداری کرده بوده در اون روابط نامشروع. وقتی که بعدها اون دختر به هر حال حاضر نمیشه با اون ازدواج کنه، اینو میذاره تو اینترنت، همه دنیا اون روابط فجیع نامشروع میبینن. یعنی حتی از نظر جنبه های منفی و سمی این مسئله انقدر این خطر باز شده، چه جهت مثبت چه جهت منفی. میبینیم دنیا پس به سرعت داره عوض میشه. مسافرت ها به طور متوسط تو امریکا 5 بار هر کسی در زندگیش موو میکنه. قبلا یک کسی خونه آبا و اجدادیش مینشست تا آخر عمر تکون نمیخورد. رفت و آمد ها، مسافرت ها، به خصوص خبرگزاری ها، نقشی که در واقع فاکس نیوز داره، ام بی سی داره، بی بی سی داره، این همه خبرگزاری هایی که در اختیار قدرت های جهانی هست، همه اینا دنیا رو الان عوض دارن میکنن. الان این سلفون ها، موبایل های معمولی که دست هر کسی هست، هم دوربین فیلم برداری عکس ازش میگیره، هم ایمیلش رو میتونه چک بکنه، هم میتونه آدرس رو بگیره، تکس مسیج میتونه بده، آدرس ها رو بگیره، تو ماشین میشینه مشخص میکنه موقعیتش کجاست، موبایلش بهش میگه که دست راست برو، دست چپ برو. یعنی در واقع مثل یه مغزی که در اختیار خود انسانه. این پی سی ها، این کامپیوترهای شخصی، لپتاپ، یا فرض کنید این چیزای کوچیکی که اطلاعات، تامنیل که شما یه چیز قد بند انگشت میتونید به اندازه 100 تا کتاب یه کتابخونه درش بکنید، همراه خودتون ببرید هر جا میتونه آدم بره. مسئله در واقع این ابزار جدید تکنولوژیکی که در خدمت بشر اومده داره آنچنان دنیا رو به سرعت تغییر میده که سالهای پیش این مسئله رو بیان میکردن که بشر در 10 سال به اندازه مجموع دانشی که در طول زندگی بشر رو کره زمین اطلاع پیدا کرده در ظرف 10 سال 2 برابر میشه. پارسال میگفتن یه جا این دیگه به تبدیل به 5 سال شده. هر 5 سال دانش بشر 2 برابر داره میشه. حالا دارن ادعا میکنن ممکنه در 3 سال آینده. یعنی به سرعت برق داره تحول پیدا میشه. یعنی این اطلاعات انفجاری به وجود آورده که داره افکار عمومی رو جهت میده. افکار عمومی وقتی که جهت پیدا کرد با این تهاجم فرهنگی، با این تهاجم اطلاعات، طبیعتاً تأثیر میذاره در سرنوشت جوامع. فقط فرض کنید به همین ابزار جدیدی که مطرح شده، به همین نگاه بکنیم، چیزای جدید تکنولوژی که ساخته شده، همین آیپاد مثلا که یه چیز کوچیک چطور به اندازه 10,000 سی دی و حالا موسیقی یا هر کی دنبال هر چیزی هست، اینا رو با خودش میتونه حمل بکنه. اینو منحنیش اگر بکشیم که در 5 سال آینده وقتی آیپاد همگانی بشه یا ابزار دیگه که در خدمت آمده، متوجه میشیم که دنیا به کلی عوض شده. دیگه مثل سابق تیر و کمان و نمیدونم توپخانه و تانک و
هواپیما و موشک نیست. اونچه که سرنوشت ملت‌ها رو داره تغییر میده اطلاعات، دانش مغزهان که دیگه دارن با هم میجنگن. مسئله نرم افزار، کدوم کشور توانایی‌های علمی بیشتری داره، کدوم کشور حرف منطقی تری داره. دیگه نقطه ضعف‌ها رو نمیشه پنهانش کرد، لاپوشی کرد. همه چی وقتی از اتحاد جماهیر شوروی میبینیم باز میشه، حتی امریکا میبینیم مسئول نیست. روابط خصوصی که رئیس جمهور با منشی خودش داره، مسئله مونیکا و رئیس جمهور سابق، چطور این افشا میشه در سطح جهان؟ دوران واترگیت، نمیدونم جریان نیکسون، مسائل انتخابات دوتا حزب که چطور همین که شنود گذاشته این حزب توی اون حزب در سطح دنیا برملا میشه، آبروی اون حزب میریزه. یعنی حتی این کشورهای سازنده این ابزار هم مسئول و محفوظ نیستن. خود اینها هم زمامدارانشون زیر این دوربین ها هستن، این وسیله نیرومند و تعیین کننده جهانی اونا رو هم در تحت کنترل خودشون داره. در حال یه نیروی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشته که ما باید اینو بشناسیم. بحث جلسه گذشته درباره این، خب فرض کنید نظرسنجی بی بی سی بود و نظرسنجی های دیگه، یه حالت اینه که ما بی‌اعتنا باشیم که خب هرچی دلشون میخواد بگن، یه حالت اینه که اینا دارن دنیا رو تعیین میکنن. سرنوشت ملت ها با این موج جدید اطلاعات، با این انقلاب عظیمی که در جریان یافتن سریع انتقالات و اطلاعات و تأثیری که رو سرنوشت ملت ها میذاره، اینو باید بشناسیم. باید گام به گام با دنیای خودمون پیش بریم. اگر ادعایی داریم، حرفی داریم، یا میخوایم مقاومتی بکنیم، اگر میخوایم شانه به شانه کشورهای دیگه جلو بریم، لاجرم باید بشناسیم که در چه جهانی زندگی میکنیم و دنیا چگونه عوض شده. این مسئله اساسیه به نظر بنده. خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این که فرض رو بر این مبنا بذاریم که جذب افکار عمومی مهم هست، حالا برای هر کسی، هر دولتی، هر سیستمی، بذارین اون رو حالا در قالب یه جامعه اسلامی، حالا اسلامی رو چی تعریفش میکنیم خودش باز مسئله هست که اصلا جامعه اسلامی الان وجود داره یا نداره، ولی بگیم که از نظر اسلامی با توجه به تجربه‌ای که شما دارید، تخصصی که در این زمینه دارید، چطور میشه این رو توجیه کرد؟ یعنی مهم بودن این مسئله از نظر اسلامی که جذب افکار عمومی مهم هست چه اهمیتی داره؟ یعنی چطور میشه این رو در آورد از توش؟ خب ببین، اگه از زاویه دینی رو کنیم، اولا به هر حال دنیا یه طرفه نیست، به یه حرف گوش نمیکنه. الان این اطلاعاتی که در سطح جهان به سرعت داره منتشر میشه، یه فرهنگ واحد جهانی داره ایجاد میکنه. الان دیگه مایکل جکسون رو دارن جهانی میکنن، عکسای مادونا رو میبینیم به در و دیوار اتاقای جوانای مسلمان در کشورهای اسلامی هست. شرکت‌های زنجیره‌ای، هتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم مکدونالد میبینیم حتی در عمق روسیه هم نفوذ کرده. یعنی افکار و اندیشه و فرهنگ اونها با تمام ابعادش، این فقط نیست که کوکاکولا و پپسیکولا بره همه جا، خواسته های اونها، سلیقه هاشون در واقع تو دنیا به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. اما اینکه از نظر اسلامی باید دید که کدوم اسلام، اگر اسلام تاریخی مورد نظرتونه که در طول مثلا تاریخ مسلمان ها به این مسئله افکار عمومی یا شکل دادن به افکار عمومی چگونه نگاه میکردن، میشه گفت عملا نه تنها مسلمان ها، اصلا هیچ جای دنیا هیچ ملیتی خیلی باها نمیداده به مسئله افکار عمومی، برای اینکه تو دنیا نقش تعیین کننده نداشته. من عرضم این هست که این 10-15 ساله به خصوص این 3-4 سال اخیر، این انقلاب همه جانبه‌ای که این ابزار جدید الکترونیک ایجاد کرده، اینا داره شکل میده به افکار عمومی. ما نمیتونیم خودمونو محدود بکنیم، مرز بذاریم. دورانی بود 30-40 سال طول کشید تو ایران تا اجازه بدن مدرسه ساخته بشه، مبارزاتی بود، مدارس آتیش زدن یا تو نه چند تا مدرسه مثلا در همدان، در تبریز مقاومت بود، مدارس جدید پیام‌آور مثلا پیام‌های
غیر مسلمان ها هست، مدرسه رشدی که در تهران ساختن یا در جای دیگه، مدت ها طول کشید. رادیو که آمد مقابله های خیلی شدیدی باش بود، هر کسی هم رادیو میخواست باید شهربانی گزارش میداد، مینوشتن رادیو چند موج کجاست، حق نداره با خودش بیرون ببره. بعضی از چیزاشو اتفاقا بعضی از اوراقش دیدم که یه رادیوی معمولی چقدر دنگ و فنگ داشت. در مورد تلویزیون همینطور، الان هم فکر میکنن که در برابر این امواج میتونن مقابله بکنن، فکر میکنن با گرفتن دیش ها، نمیدونم، با فیلتر گذاشتن روی وبسایت ها، این هم درست همون مقاومت هایی است که مثل مدارس جدید، رادیو، تلویزیون، سینما میکردن، ولی به تدریج بعدن خودشون تسلیم شدن و بعد خواستن اینا رو در استخدام و اختیار خودشون بگیرن. نمیشه در برابر این موج شدید جهانی مقاومت کرد. بشر از هر چیزی که منعش بکنن بیشتر حریصش میشه. دیدیم که نتونستن عملا. بنابراین از نظر مسلمان ها خب بله، دولت ها کمتر به این مسئله توجه دارن، ولی از نظر دیدگاه به حال اگر اسلام رو مطرح کردین شما، اسلام به حال مبناش در قرآنه، در کتاب در واقع اصلیش هستش. من فکر میکنم که در قرآن اشارات اتفاقا خیلی زیادی هست، البته اون موقع مسئله انفجار اطلاعات و اینا نبود، ولی مسئله بها دادن به رأی مردم، نظر مردم، افکار عمومی به حال ریشه خیلی زیادی داره. اگر لازم حالا شما من فکر کنم موقعیت مناسبی است که اشاره به نظر میاد یه آیاتی در نظر شما هست که اون توجه به اصطلاح دید افراد دیگر مورد مطرح هست در قرآن، اشاره بهش بکنید شما، من فکر کنم مناسب باشه. بله خب، البته بحث خیلی گسترده است. ببینید مثلا در قرآن در سوره توبه آیه 60 راجع به تقسیم بودجه جامعه است که میگه این بودجه رو چگونه باید تقسیم کرد، مثل سازمان برنامه فعلی. انما صدقات توضیح میده که این به اصطلاح اموال عمومی تقسیمش چگونه است، میگه للفقراء و المساکین، چند تا دسته دسته میکنه. یکیش میگه و مؤلفت قلوبهم، یعنی هفت موضوع رو مطرح میکنه که در واقع اون بودجه عمومی، این بیت المال به چه مصارفی باید برسه. یکیش برای جذب دلهاست، مؤلفت قلوبهم، مؤلفه تألیفه کنار هم اومده. یعنی یک هفتم بودجه ارزش داره. حالا مگه تو زمان خودمون بخوایم مقایسه کنیم، اگه فرض کنیم مثلا 70 میلیارد هم که خب بیشتر هم هست درآمد ما باشه، میارزه که 10 میلیارد دلارش صرف جذب دلها بشه. حالا چه دلهای مردم درون کشور، جلب افکار عمومی، یا مردم دنیا. یعنی اگر مقایسه کنیم با اون چی که تو قرآن اومده در اون زمان که میگه یکی از مصارف بودجه یک هفتمش تألیف قلوبه، یعنی به دست آوردن دل، جذب دلها. بارها تو قرآن اومده میگه که این عربستان دوده چند هزار سال بود، قبائلی که اونجا بودن همه در حال جنگ و گریز بودن با هم، همه با حالت قارت هم زندگی میکردن، همه در قبائل ایزوله جدای از هم، طبیعت زندگی قبیلگی، وابستگی به نظام قبیله، به اون شیخ قبیله و وضعیت سخت اقتصادی، تنگنای فقر اونجا ایجاب میکرد که همه مطلقاً وابسته به قبیله باشن و همه با هم دشمن بودن. میگه و الف بین قلوبهم، خدا بین دل این دشمنان دیرینه تاریخی الفت افکند که اگه تو همه جهان رو هم میخواستی خرج بکنی که بین اینها آشتی برقرار بکنی، هرگز موفق نمیشدی. یعنی بخشی از آیات قرآن، یکی سوره انفال آیه 63 هست، سوره آل عمران آیه 103، سوره قریش، همه اینها درباره امکان صلح، آشتی و الفت هستش. میگه این نعمت خدا رو خطاب به مسلمانای اولیه میگه، به یاد بیاورید از کنتم اعداء، شما همه با هم دشمن بودید، همه دشمن خونی همدیگه بودید، فالف بین قلوبکم،
بین دلهای شما الفت و برادری با این اندیشه مشترک خدا به وجود آورد و اصبحتم به نعمتهی اخوانن، همه با هم برادر شدید، یه زندگی برادروار پیدا کردید. و کنتم علی شفا حفره من النار، همه در لبه پرتگاه آتش سقوط این جامعه بودید، همه در جنگ و غارت و کشتار و زنا رو در خاک کردن، جز غارت چیزی از دنیا نمیفهمیدید. یک جامعه ای که تماما پدر کشتگی با هم داشت، این چنین همه برادروار در کنار هم قرار گرفتن. تأکیدی که قرآن در ایجاد الفت و مهربانی به این امت داره جای تردید نداره، فراوان شما آیاتی میتونید توی قرآن پیدا کنید. حالا چطور ما چنین دستورایی داریم ولی فکر میکنیم در این جامعه جهانی ما باید فقط دشمن تراشی بکنیم؟ یعنی اصلا اون باهایی که باید به الفت، به همزیستی مسالمت‌آمیز و به جلب آرا و افکار عمومی دنیا بدیم نمیدیم، بیخبریم. در واقع بیخبر از این هستیم که میتونه یک هفتم بودجه یا این کشور صرف نه تنها تبلیغات لفظی، صرف برنامه ریزی ها و کارهایی که بتونیم دل دیگران رو به دست بیاریم، یعنی در دنیا یک آثار مثبتی بذاریم. طبیعیه وقتی یه مکتبی داعیه به هر حال یه حرف برتری داره، طبیعتاً باید بقبولونه به دیگران و نمیشه کسی متنفر باشه از آدم و آدم بتونه باهاش بخواد سخنی بگه. هم این مطلب هست و هم اشارات دیگه که خب حالا در بحث ما این فلان چیزا ایدئولوژیک اشاره بکنم. اون رقم 70 بیلیونی که گفتید شاید باید ضرب در دو بکنیم به خاطر قیمتی که نفتی که الان در این لحظه 130 دلار تقسیم بر 7 بشکه هست، یه چیزی در حدود شاید 120 بیلیون درآمد نفت باشه برای ایران. به هر حال یه نکته دیگری که آقای بازرگان مورد توجه هست اینه که خب رعایت قوانین در یک کشور خب جای خودش داره، مردم ملزم برن، ولی برای اینکه افراد روابط به اصطلاح حسنه با کشورهای دیگه داشته باشن و اثر مثبت داشته باشن، رعایت قوانین در اون کشورها هم باید مورد اجرا قرار بگیره. بله. یعنی بنده و شما اگر مسافرتی میکنیم به اکس و وای زد کشورهای مختلف، قاعدتاً بایستی آشنا به مقررات باشیم و نحوه رفتار ما در اون کشورها باید مورد توجه به صورت مثبت قرار بگیره تا اینکه مسئله اینجا پیش بیاد و ایرانی به عنوان یک کشوری خطاب بشه که خیلی هم روش چک بذارن در آینده برای ویزا دادن و غیره و غیره. آیا اشاراتی در این مورد شما برخورد کردید که قرآن اشاراتی به این مسئله کرده باشه؟ بله، ببینید همینطور که می‌فرمایید هست. من یادم چند وقت پیش نخست وزیر استرالیا یه نطقی خطاب به مسلمان‌ها کرده بود که چرا مقررات ما رو، قوانین ما رو نادیده میگیرید، ما که شما رو دعوت نکردیم، شما به اختیار خودتون آمدین اینجا، حالا که آمدین خوش آمدین، قدمتون رو چشم، ولی مراعات بکنید، چرا نظامات ما رو ندیده میگیرید، چرا زیر پا میذارید، ما رو دیگه ذله کردید، ما دیگه اصلا به تنگنا افتادیم، از دست شما دیگه ذله شدیم، نمیخواید برگردید به مملکت خودتون. پس نشون میده رفتارهایی به طور کلی، خب مسلمان ها که تحت فشارن، ظلم و ستم از جهات مختلفشون میشه، خب آثار و عوارض این رو بهش نگاه نمی کنیم. ما اصلا خبر نداریم که وقتی یه گروگانگیری میشه چه تأثیری تو دنیا میذاره، وقتی یه سفارتخونهی گرفته میشه، وقتی تو هلند، تو دانمارک، نمیدونم تو هر کشوری یه رفتاری میکنیم که با مقررات اونجا انطباق پیدا نمی کنه، آثارش در بلند مدت چگونه خواهد بود؟ البته اون موقع که کشورها به شکل امروز نبودن در 1400 سال پیش، ولی در عربستان قبائلی وجود داشتن. خب ما میتونیم همون توصیه هایی که در مورد روابط قبیلگی شده امروز مبنا قرار بدیم که بگیم خب دیدگاه در واقع قرآنی راجع به این مسائل چیه. در قرآن چند تا اشاره برای احترام به مقررات اقوام دیگه شده، قبائل دیگه شده. مثلا یه جا میگه که راجب گروه های مسلحی است که دست از کشتار
مسلمان ها بر نمیدارن. میگه اینا رو خب هر جا دیدینشون دستگیرشون کنید، بگیریدشون، به سزای عملشون برسونید. بلافاصله استثناء میذاره، این سوره نساء هستش آیه 90، میگه الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر اینکه این گروه پناهنده بشه به قومی، به ملتی، به تعبیر امروزی به کشوری که بین شما و بین اون کشور حسن روابطی برقراره. یصلون یعنی متصل بشه، الى قوم بينكم وبينهم ميثاق یعنی میثاق‌های بین المللی، معاهدات بین المللی یا روابط نیکویی که از نظر حال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هر چیزی هست بین دو کشور وجود داره، انقدر احترام داره، انقدر اهمیت داره برای یک کشور اسلامی که میگه حتی قاتل فراری رو حق نداری تعقیب بکنی تو اون کشور. میگه اینها رو که این چنینن دست از کشتنتون بر نمیدارن، صلح هم نمی کنن. مفصل تو سوره نساء از آیات 88 به بعد توضیح میده، میگه اینا رو بگیریدشون، دستگیر کنید، مگر اینکه پناهنده بشن به یک کشور دیگه، اونجا دیگه حق ندارید. یعنی حتی برای قصاص، برای تعقیب قاتلین خودتون، کسانی که حمله میکنن، کشتار میکنن، حق ندارید که جای دیگه تعقیبشون بکنید یا تروریست بفرستید اونا رو از بین ببرن، هر کاری بکنید. یعنی میگه ارزش روابط با کشورهای دیگه به مراتب برای شما بیش از اینه که حالا بخوان یه کسی رو انتقام ازش بگیرید، یه مخالفتون رو، یه دشمنتون رو. ولی ما چقدر توجه به این داشتیم؟ این جریانی که توی میکنس آلمان اتفاق افتاد، اون رستوران، خب به نظر میاد که در ظاهر یک توفیقی پیدا کردن یه دهی، ولی آثار بین المللیش، نتایج سویی که تو آلمان گذاشته تو کشورهای دیگه و مشابه این کارها، در حالی که قرآن میگه حق ندارید خارج از مرزهای خودتون قوانین و مقررات دیگران رو پایمال بکنید. یا در یه جای دیگه میگه که این فکر کنم تو سوره هشتم هستش، میگه اگر گروه آیه 72 سوره انفال هست، میگه که اگر مسلمان ها در جای دیگه از شما کمک خواستن، ان استنصروکم، اگر نصرت خواستن، فعلیکم النصر، البته کمکشون بکنید، اما الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه این گروه مسلمان ها تو کشوری باشن که شما با اون کشور یه رابطه ای داشته باشید. یعنی اگر با یک مملکتی، حالا اون موقع اقوام میگه، قوم و قبیله، یه روابط آشتی وجود داره، حق ندارید اگر مسلمونی توی کشور دیگه ای هم هست کمکم میخواد کمکش بکنید. یعنی درسته این کمک خیلی مهمه، خوبه، باید بکنید، ولی مشروط بر این که در یک کشور دیگه ای نباشه که با شما روابط دوستانه داره. یعنی ما تو زمان خودمون به این بهانه میدیم که چقدر این روابط بین المللی مهمه برای ما. ما مسئله رو خیلی مقطعی و کوچیک میگیریم. به هم خوردن این روابط و آثار حتی اقتصادی شو که چطور این روابط و قراردادهایی که داریم، چیزهای مشترک، سدسازی، نمیدونم انرژی ها، نیروگاه ها، فلان، همه اینا به هم میخوره. یه مرتبه میبینیم با یک کار احساساتی چندین میلیارد دلار ضرر شد برای این مملکت. برها چندین بار توی قرآن این مسئله رو بیان کرده که باید احترام بذارید به روابط بین المللی. حتی یه جای حضرت علی به مالک اشتر تو اون منشور حکومتی میگن تو اگه پناهی دادی یا قراری با دشمنت گذاشتی، اگر بعدم پشیمون شدی، دیدی این به اصطلاح قراری که گذاشتین و این میثاق به ضرر مسلمان ها شده، به ضرر خودت شده، مبادا اینو بشکنی، یعنی حتی وقتی به ضرر جامعه اسلامیه. میگم برای اینکه هیچ یک از احکام خدا به اندازه پایبندی و وفای به عهد توسط خود انسان ها صرف نظر از مذهب شناخته نشده. میگن حتی اگر جانتو شده پای این کار بذار، جانتو در برابر کی؟ یعنی در برابر مسلمان ها. مالک اشتر به عنوان فرمانده مسلمان ها، یعنی اگر تو خودم کشته شدی، متعصبین مذهبت پاش وایسا در دفاع از دشمن، به خاطر اینکه به اونا تعهدی دادی، عهدی بستی، و ارزش عهد و احترام به قوانین و مقررات از هر چیزی، میگه از همه احکام خدا این مهمتره. در هر حال بخشی در آیات قرآن احترامی است که به میثاق‌های بین المللی، به مناسبات با اقوام مجاور میگذاریم. اینا آیات متعددی داره، نساء 92 هست، 90 هست، انفال 72.
در بسیار از آیات قرآن مسئله صبر رو و تحمل رو مطرح میکنه، میگه اینا دائما خیانت میکنن، لا یزال تتل و علا خائنت منهم، مرتب لا یزال خیانت میبینی، توته میبینی، ولی میگه انتصبروا و تتقوا، اگه شما مقاوم باشید و خودتون رو کنترل بکنید، یعنی احساساتی نشید، عکس العمل های انتقامی سست و سبک بروز ندید، هیچ آسیبی به شما نمیخوره. لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی مهم اینه که شما سنگین باشید، باوقار باشید، از تبلیغات، از مقالات، از سی دی دی وی دی، تهاجمای تبلیغات، همه اینا نقطه ضعفش رفتار خودتونه. اگه عکس العمل های نسنجیده نشون بدید، از اونها بهره برداری میکنن، اصلا چه بسا این کارا رو انجام میدن که شما اون کارا رو انجام بدید. ولی تو به خصوص سوره آل عمران 4 بار اینو تکرار کرده که شما به این دو بازوی قدرت متکی باشید، یکی صبر، یکی تقوا. صبر اون عامل مقاومت، تسلط بر نفس، تقوا یعنی رعایت اخلاق، رعایت ضوابط، معیارها، یعنی کار خلاف انجام ندین. اگر یک کسی حرفی زد، نمیشه رفت ترورش کرد، نمیشه از دیوار سفارتخونه رفت بالا، نمیشه ماشین سفیر رو آتش زد، اینا بی تقواییه، دنیا چنین چیزی رو نمیپذیره. اگر یک کسی حرف میزنه، در قرآن میگه قصاص قتل فقط قتله، نمیشه یه آدمو برای یه فکر کشت، برای یه اندیشه، برای یه کتاب کشت، یعنی همه اینا تو قرآن مشخصه، گوش در برابر گوش، چشم در برابر چشم، قصاص و جروح و قصاصون، هر چیزی معادل خودش هست. رعایت تقوا یعنی که از تسلط عقل و حلم و مدارای خودتون خارج نشید، نخواهید در واقع احساساتی عمل بکنید. بارها تو قرآن میگه به جای این رقابت ها سعی کنید با هم روابط در واقع رقابت آمیز در کارهای خوب داشته باشید. میگه لکلن جعلا منکم شرعتا و منهاجن، من برای همه شما یه راه روشنی خدا میگه گذاشتم. میگه اگه خدا میخواست ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، همه تون یه امت میشدید، یه جامعه میشدید، ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی خدا همه تون داره امتحان میکنه بر حسب امکاناتی که هر جامعه داره. فاستبقوا الخیرات، پس در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. میگه انگوش روی اختلافات، نقاط افتراق نذارید، روی نقاط اشتراک بذارید. سعی کنید علمتون، دانشتون، دانشگاه ها، فرهنگتون، سیاستتون، شهرسازیتون، بهداشتتون، اینا از هم بهتر بشه. چی کار دارین که اختلافاتتون به کجاست؟ میگه اختلافات تو دنیا حل نمیشه، این اختلافات رو به من حواله بدین. ولی تو دنیا سعی کنید که با هم حسن روابط داشته باشید. در سوره حجرات اصلا میگه خدا شما رو از یک پدر و مادری خلق کرد و بعد جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعبه شعبه، قبیله قبیله، کشور کشور شدی، برای چی؟ لتعارفوا، تعارفوا یعنی همه به هم عرفان پیدا کنید، یعنی تبادل فرهنگی، تبادل عرفان و آشنایی، یعنی از این تفاوت‌ها بهره بگیرید که با هم نزدیک بشید، شناخت پیدا کنید با هم دیگه و حسن روابط داشته باشید. حالا متأسفانه فرصتی نیست، ده‌ها مثال هست. خیلی متشکرم آقای بزرگان. با توجه به این چند نکته، چند آیه‌ای رو که شما اشاره کردید در چند دقیقه گذشته، به نظر میاد این 1400 سال و به خصوص در دهه‌های اخیر توجه چندانی به اینا نشده و متاسفانه بالعکس انجام شده، یعنی شما افرادی رو یا گروه‌هایی رو که توجه می‌کنید، مطالبی رو که در ارتباط با اسلام مطرح میکنن کاملا متفاوت آنچه که شما الان مطرح کردی، یعنی یه چیزی رو کاملا متفاوت مطرح میکنن و مثالهایش هم مثالهای عملی که دیدن میزنن که واقعا قابل توجهه که قرآن یه همچین نکاتی رو مطرح کرده و از اون طرف توسط گروه هایی که خودشون رو اسلام میدن، جوامعی که به عنوان اسلام شناخته شدن، کاملا متفاوت عمل میکنه. البته این بحث خیلی طولانی تریه که شاید در نوبت دیگر بتونیم ادامش رو، یعنی بحث بگشاییم. در چند دقیقه آخری که داریم آقای بازرگان، اگر مناسب میبینید، خب پیامبر اسلام رو که به اصطلاح حامل پیام بوده و قاعدتا آشنایی داشته، متوجه بوده که این نکاتی رو که شما الان
مطرح کردی اون چجور عمل میکرده؟ اگر به صورت مختصر در ارتباط با روابطی که با به اصطلاح اقوام مخالفش یا به اصطلاح دولت‌های مجاور داشته چطور بوده؟ بله، خب این البته حالا در پایان وقت خیلی فرصتی نیست بپردازیم، ولی من یه اشاراتی عرض میکنم. البته اینم خیلی مهمه که یک بعد تحقیق اینه که در قرآن چی گفته شده، یکی اینکه خب اون رسول چگونه عمل کرده. ساده ترینش اینه که به هر حال یک همچین انسانی برانگیخته میشه در یک شبه جزیره‌ای که قرن هاست، هزاره هاست که همه به خون هم تشنن و همه با هم پدرکشتگی داشتن، همه از طریق غارت زندگی میکردن، همه فقیر، در اون به اصطلاح جنگل توحش همچین انسانی موفق شده که همه اینا رو با هم آشتی بده، برادروار کنار هم قرار بده، یک اتحاد و ائتلاف. اگه هیچ چیزی دیگه نبود، همین خودش کافی بود که بگیم شاهکار این مرد ایجاد برادری، اخوت و دوستی بین یه ملتی که در هیچ جای دنیا شاید اینقدر با هم دشمنی و ستیزه نداشتن. از جهات دیگه فرض کنید رفتار پیامبر با اون عبدالله بن ابی، رهبر منافقین در مدینه. بارها یاران پیامبر میگفتن اینو اجازه بده گردنشو بزنیم سرکوب کنیم، میگفت نه من دوست دارم با این صحبت بکنم. سالیان آخر پیامبر میگه که ببینید این همون کسیست که میگفتین که این رو گردنشو بزنیم. اون موقعی که زده بودم افکار عمومی میگفت که پیامبر به کسانی که تو شهر مدینه پناهش دادن هم رحم نمی کنه. ولی ببینید حالا با عمل خودش دیگران از پیرامونش پراکنده شدن، کسی دیگه هوادار اون اندیشه ها و افکار نیست. یعنی با زمان کار کردن با رهبر دشمنان و مخالفین این همه مدارا کردن، یا بعد از فتح مکه به جای که انتقام بگیره عفو عمومی میده، همه رو میگه اونا همه دشمنان اصلیش بودن، میگه انتم طلقا، همه آزادید. حتی میگه هر کسی خونه معاویه بره در پناه، خونه رهبر دشمنان در واقع، هر کسی در خونهشو ببنده، با هیچ کسی کاری نداریم. خب همه اینا نشون میده که او از یک قدرت افکار عمومی برخوردار بود. شاید از همه عجیبتر در سال ششم پیامبر اعلام میکنه میخوام ما بریم مکه، بریم حج. حالا مکه در اختیار دشمنانمون هست، قریش و ابو سفیان اینها خب مکه رو دارن. پیامبر 5-6 سال قبلش با مسلمان‌ها همه فرار کردن، شبانه هجرت کردن، یک گروه در واقع پارتیزان فراری هستند. حالا میگه که من میخوام برم به قلب دشمن، به شهر و مرکز دشمن، بدون اسلحه، بدون شمشیر، با 2 تکه پارچه سفید. خیلی حرفه ها که آدم بره تو شهر مرکز دشمن. اعلام میکنه پیامبر به سراسر شبه جزیره عربستان، 10,000 نفر از مجموع مسلمان ها و مشرکین جمع میشن، بیشتر هم مشرکین، قبائل مشرک رو تجهیز میکنه، میگه ما میخوایم بریم، شما هم با ما بیاین. خودش این سواله که پیامبر چطور مشرکین رو همراه خودش برده از قبائل مختلف. میدونیم از نظر تاریخ همه اعراب، همه مشرکین باور به کعبه داشتن، کعبه یک جنبه ملی، یه هویت ملی داشته. پیامبر پیش خودش اینجوری حساب میکنه، از دو حال خارج نیست، یا ما رو به مکه را میدن میریم زیارت میکنیم که این بزرگترین موفقیته، ما رو 6 پیش غارت کردن، مصادره کردن اموال و زندگیمونو، شکنجه دادن، کشتن و ما هم فرار کردیم، حالا با این موفقیت بعد از 6 وارد شهر میشیم با لباس سفید، میریم زیارتمونو میکنیم، 3-4 بعد برمیگردیم. این از نظر افکار عمومی برای ما یک امتیاز بسیار بزرگی است که این نگاه کن در ظرف مدت کوتاه چقدر رشد کردن، چقدر جمعیت پیدا کردن. حالت دوم اینه که جلوی ما رو میگیرن، بذار جلوی ما رو بگیرن، رامون ندن. ما 7-8,000 نفر شاهد و همراه خودمون آوردیم از همه قبائل، اونا مشرکند ولی برای پیامبر مهم نیست، میگه بذار همه شاهد باشن که ما سر جنگ با کسی نداریم، ما با لباس سفید صلح زیارت کعبه که مورد قبول همه اونا هست میخوایم بریم، با هیچ کی سر جنگ نداریم. اونا اون وقت آچوز میشن، اونا شکست میخورن در افکار عمومی، همین کارو پیامبر میکنه. اونا راه نمیدن مسلمان ها رو به مکه، جلوشون رو میگیرن، همه فیلمش هم دیدین تاریخ اسلام. ولی این پیام به همه جا میرسه
که اینا که اهل جنگ نبودن، اینا که آمده بودن فقط برن زیارت کنن چیزی رو که همه شبه جزیره عربستان قبول داره، کعبه رو میخواستن، قربانیاشون رو میخواستن بفرستن، اینا که با صلح آمده بودن چرا جلوی اینا رو گرفتن؟ یعنی داره از چیزی که مورد قبول همه افکار عمومی قبائل شبه جزیره عربستان است استفاده میکنه برای یک پیروزی سیاسی، برای اینکه یه آتو، یک برگ برنده تبلیغاتی رو به دست بیاره و به دست میاره. با وجود اینکه اینا رو راه نمیدن به مکه میرن، اون سوره فتح نازل میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. از نظر قرآن این بزرگترین پیروزی بود، جنگی انجام نشد، شمشیری زده نشد، ولی کلید همه مشکلات با این فتح گشوده شد. این فتح در واقع صلح، در واقع یه صلح نام فتح المبین رو به خودش میگیره. حالا عرض من اینه که پیامبر در 1400 سال پیش در یه جامعه عقب افتاده قبیله‌ای انقدر درایت سیاسی داشت که از نیروی مشرکین شبه جزیره عربستان افکار عمومی اون دوران داره استفاده میکنه برای اینکه حقانیت و صلح خواهی خودش رو به مردم نشون بده و بدون اینکه خونی ریخته بشه دو سال بعدش بدون خونریزی میتونه مکه رو فتح بکنه. حالا سوال من اینه که وقتی 1400 سال پیش در اون دنیای بسته و محدود اون رهبر جامعه دینی این آگاهی و اطلاع و درایت سیاسی رو داشت، چرا ما نباید در این دوران با این انقلاب اطلاعات فاقد این دانش باشیم، فاقد این درایت سیاسی باشیم که چرا ما نمیخوایم چیزی رو که افکار عمومی جهان روش اهمیت قائل شده، بها بهش میده، تو دنیا مورد قبوله، اون رو احترام براش بذاریم؟ اگه تو اون موقع کعبه برای افکار عمومی مردم شبه جزیره مهم بود، الان برای دنیای ما دموکراسی مهمه، برای ما حقوق بشر مهمه. ما موقعی میتونیم که افکار عمومی جهان رو جذب کنیم که به حقوق بشر اهمیت بدیم، دموکراسی رو بپذیریم، دموکراسی رو باور بکنیم، تو کشور خودمون احترام به نظریات و اندیشه و افکار دیگران بذاریم، همه رو مشارکت بدیم در رقم زدن به سرنوشت جامعه خودشون. این درایت میخواد که بفهمیم در چه روزگاری زندگی میکنیم و نیروهای تعیین کننده چیه. اگه در دنیای گذشته ارتشها تعیین کننده بود، امروز نقش اطلاعات و قدرت شکل دادن به افکار عمومی و تعیین سرنوشت ملت ها رو داره. ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم، هرچی دیرتر هم متوجه بشیم بیشتر عقب میافتیم از این موج حرکت و رشد جهانی، به امید اون روزی که به هر حال اونایی که قدرت تصمیم گیری دارن آگاهی بیشتری پیدا کنن، بیدار بشن و احترام به حقوق بشر و افکار عمومی و حاکمیت مردم رو بیشتر مد نظر قرار بدن. متشکرم از توجهتون. خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث جالبی بود در این دو جلسه. امیدواریم که نکاتی رو که کمتر تونستیم بگشاییم در نوبت‌های دیگه در برنامه دیگر بگنجانیم. از توجه شما بینندگان عزیز به این دو جلسه برنامه تشکر می‌کنیم. امیدواریم که نظرات ما گوشه‌ای باشه از کل نظراتی که در این مورد هست و خود شما بتونید که در این مورد نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید و ما در جلسات آینده مورد بحث قرار بدیم. از همه شما که به برنامه پرتو نور توجه فرمودید تشکر میکنیم. به امید دیدار دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. به امید دیدار در برنامه دیگر.